تصمیم جدید تیم های واشنگتن ردسکینز و کلیولند ایندینز برای تغییر نام با واکنش های متفاوتی روبرو شده است. برخی ریشه نام این تیم که قدمت یکصد ساله دارند را در پیوند با تاریخ ایالات متحده می دانند و بعضی دیگر تغییر فرهنگی در همه زمینه ها برای مبارزه با بیعدالتی و نابرابری نژادی را بهترین روش برای اشای صلح و دوستی توصیف می کنند. پرزیدنت ترامپ از این تیم های پرطرفدار که به بهانه های نژادی در حال تغییر نام خود هستند انتقاد کرد رئیس جمهور ترامپ در توییت خود نوشت نامگذاری تیم ها از سر قوت بوده نه ضعف اما اکنون تیم های واشنگتن ردسکینز و کلیولند ایندینز دو تیم پرطرفدار ورزشی ظاهرا در حال تغییر نام خود هستند تا از نظر سیاسی صحیح باشند باشگاه فوتبال آمریکایی واشنگتن ریسکینز در پی فشار حامیان مالی خود اعلام کرد که بررسی کامل تغییر نام باشگاه را آغاز کرده است. ساعتی بعد تیم بیسبال کلیولند ایندینز در لیگ MLB نیز اعلام کرد که این تیم در مورد تغییر نام در جهت تعمیم عدالت اجتماعی به ریسکینز می پیوندد. تغییر نام تیم پایتخت آمریکا توسط گروه های سرخ و اقلیت بومی آمریکایی برای ده ها سال پیگیری می شده است آنها این نام را توهینامیز تلقی می کنند یکی از مهمترین محرک های اهرم احرام سیاسی حامیان مالی است فدرال اکسپرس که مبلغ 205 میلیون دلار به خاطر حق نامگذاری استادیوم پرداخت کرده بود و سایر شرکای سهامدار همچون نایکی و پپسی کولا نیز خواستار تغییر نام این تیم شدند.